سلام علی شیرازی هستم و امروز یک شنبه 26 همه خورداد همراه شما به مرور مطالب منتشر شده در روزنامه های ایران میپردازم پیروزی حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تیتر اصلی تمام روزنامه های امروز بود در همین رابطه روزنامه بهار تیتر زده اصلاحات پیروز انتخابات و در گزارشی در این باره نوشته رعی های مردم شمارش شد رعی هایی که در انتخابات ریاست جمهوری 11 هم به صندوق ریختند. نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 11 هم پیروز شد. حسن روحانی که با حمایت هاشمی نامزد انتخابات شده بود پس از حمایت اصلاح طلبان و سید محمد خاتمی و با کنارگیری محمد رضا عارف توانست بر رقیبان اصولگرایش پیروز شود. روزنامه بهار در صفحه اول اختلاف بیش از 12 میلیونی آرای حسن روحانی با کاندیدای بعدی را به نمایش گذاشته و نوشته حسن روحانی با 18 میلیون و 613 هزار و 329 رای به پیروزی رسیده است در حالی که محمد باقر قالیباف با کسب 6 میلیون و 77 هزار و 292 رای با فاصله بیش از 12 میلیون رای در رتبه دوم قرار گرفته است سعید جلیلی کاندیدای مورد حمایت جبهه پایداری و طیف گسترده از اصولگرایان 4 میلیون و و رای و محسن رضایی با 3 میلیون و هزار رای هر کدام با کسب نزدیک به 11 درصد آرا در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند. و علی اکبر ولایتی با دو میلیون و دویست دو هزار و هفت و و سه رای در رتبه پنجم قرار گرفت محمد قرضی نیز با کسب چهار سد و چهل و شش هزار و رای رتبه ششم را به خود اختصاص داد روزنامه بهار همچنین با توصیف انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان نمایش تغییر بدون ذکر نام به حضور یک نامزد خاص در انتخابات اشاره کرده و نوشته است که در روز انتخابات پخش سررسید با تبلیغ یک نامزد و اصرار حامیان نامزد خاص برای رأی دادن به او و همچنین انتشار عکسی با مهر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 92 و نیز تأخیر وزارت کشور تا ساعت 6 هس... صبح روز شنبه برای اعلام نتایج نگرانی را به جان خبرنگاران انداخته بود. بهار همچنین یادداشتی داره در صفحه اول به قلم علی اصغر سیدابادی با تیتر ترمیم احساس شکست که در آن نوشته اکنون دورانی تمام شده است شاید در عرصه سیاست چیزی تغییر نکند شاید در عرصه اقتصاد تغییر کردن دشوار باشد اما بدون تردید با پیروزی روز 25 خرداد احساس شکست چندین ساله ما تمام می شود و این هم درست است که هنوز مطالبات بسیاری داریم اما از پیروزیمان دریافتیم که احساس شکست را می توان ترمیم کرد یادداشت نویس روزنامه بهار بدون نام بردن از میر حسین موسوی سخن کاندیدای معترض سال 88 را یادآوری کرده و نوشته پیروزی اصلاح طلبی در شکست دیگران نیست پیروزی اصلاح طلبی پیروزی همگان است و امیدواریم که نتیجهش در زندگی روزمره بان خود را نشان بدهد این پیروزی احساس شکست ما را ترمیم کرد حالا نوبت ترمیم احساس شکست رقیبان دیروزمان است خبر دیگر روزنامه بهار از قول هرمیداس باونده با این تیتر شعور جایگزین شور شود دولت آینده باید شعور را جایگزین شور به خصوص در حوزه سیاست خارجی کند هشت سال گذشته برای ایران سالهای سختی بود حداقل حاصل قدمهای سست و بدون تدبیر, د... تدبیر, دو دولت گذشته و از تحریم های برای ایران بود اگر دولت آینده حتی برای رسیدن به همان هدف گذشته هم با روش های درست عمل کند می توانیم امیدوار باشیم بخشی از این تحریم ها برداشته شود امیدوارم با اتخاذ رویکرد درست سیاست خارجه ایران از شعار زدگی و سیاست زدگی به سمت شعور برود و رابطه ایران با دنیا را اصلاح کند. ملقا شدن تحریم های گوناگون می تواند کمر اقتصاد ایران را راست کند. از سوی دیگر رعایت حقوق بشر و پایبندی دولت منتخب مردم نسبت به کنوانسیون هایی که پیش از این از سوی ایران امضا شده است جایگاه ایران را در بین دیگر کشورهای منطقه و حتی جهان میتواند بهبود بخشد. گزارش اصلی صفحه اقتصادی بهار هم این تیتر رو داره لبخند بازار به انتخاب مردم در این گزارش آمده خبر امیدوار کننده, خبر امیدوار کننده و تأثیر گذار بود روحانی رئیس جمهور شد مردم به تدبیر و امید بنفش چراغ سبز نشان دادند و به نامزد مورد نظر خاتمی و هاشمی رأی دادند. دیروز بازار سبز شد و به انتخاب مردم لبخند زد. از ساعت شش صبح روز گذشته اولین نتیجه شمارش آرا اعلام شد و نامزد اصلاح طلبان با اختلاف در صدر قرار گرفت تا از همان ابتدای صبح بازار پس از مدتها به سیاست لبخند بزند و به دنبال آن لبخندی امیدوارانه و لبان مردم نقش ببندند. روزنامه جمهوری اسلامی هم این تیتر رو برای سرمقاله خودش انتخاب کرده. دست رد مردم بر سینه جریان افراتیون و روحانیون افراطی. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز درباره ارزیابی نتایج انتخابات نوشته مهمترین نکته این است که آری گفتن اکثریت مردم ایران به حسن روحانی آری گفتن به اعتدال و نه گفتن به تفکر افراطی است. این روزنامه نوشته مردم ایران با آراء قاطع خود به کسی که با شعار اعتدال به صحنه آمد و در تمام سخنرانی های خود در دوران تبلیغات انتخاباتی با قاطعیت تفکر افراطی را مردود دانست و اعلام کرد به این تفکر خطرناک پایان خواهد داد این پیام را با رساترین بیان به گوش همه رساندند که از جریان افراطی منزجر و خواهان حاکمیت جریان اعتدال در کشور هستند. روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه علاوه بر آراء متعلق به حسن روحانی، حتی آراء بعضی نامزدهایی که با جریان افراطی هیچ نسبیتی ندارند را نیز باید نوعی گرایش مردم به اعتدال تفسیر کرد. همچنین نوشته این روزنامه که دقت در تعداد آرا و نامزدها و تفکیک آنها از همدیگر این واقعیت را به روشنی نشان می‌دهد که سهم نامزد مورد حمایت جریان افراطی در صد ناچیزی از آراء مردم است این روزنامه تاکید کرده که این واقعیت نیز تاکید مهمی بر عدم مقبولیت جریان افراطی نزد ملت ایران است روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه تردیدی وجود ندارد که حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی از حسن روحانی در جلب مردم به صندوقهای رأی و سوق داده شدن آرا به سمت حسن روحانی تاثیر زیادی داشت نوشته انتخاب حسن روحانی در عین حال که گرایش مردم به روحانیت را نشان داد این پیام را نیز برای آن دسته از روحانیون که با افراتیون همراهی کردند داشت که شعن روحانیت باید حفظ شود و افراد روحانی نباید به افراد و تفرید کشیده شوند. سر مقال نویس روزنامه جمهوری اسلامی از جمله به اقدامات انتخاباتی جامعه مدرسین حوزه علمی قوم انتقاد کرده و نوشته که ای کاش جایگاه رفیع جامعه مدرسین نیز برای تبلیغات انتخابات هزینه نمیشد. روزنامه تهران امروز هم در سرمقاله امروز به چرایی انتخاب نشدن قالیباف از سوی مردم پرداخته حسین قربانزاده در سرمقاله تهران امروز ادعا کرده که 6 میلیون رأی باقر قالیباف خالصترین و پاکترین اقبال مردمی بود و اضافه کرده رأی قالیباف به دلیل جریان مدعی اصولگرایی نبود که اتفاقا بیشترین ضربات را از همین دست خورد گروه های سنتی اصولگرا هم از نامزد دیگری حمایت کردند و نام وی را حتی در رده سوم هم نیاوردند. گروه های مرجع مختلف دینی هم عیزن. اعتلاف یک به علاوه دو هم که به پیمان خود وفادار نماندند یا انصراف ندادند یا انصراف خود را به دلیل حمایت از ایشان اعلام نکردند. گروه پایداری هم که بیشترین حملات را در گذشته دور و نزدیک به سمت غالیباف نشانه رفته بود. به نوشته سرمقاله روزنامه هوادار شهردار فعلی تهران دولت هم که از سالهای پیش نظر تخریب قالیباف داشت اصلاح طلبان هم که آتش توپخانه خود را بویژه در ماهای گذشته به روی او متمرکز کرده بودند. تکلیف ضد انقلاب کم که روشن بود حالا باید پرسید این قالیباف چه کرده بود که همه به او تاختند جز اینکه رأی قالیباف فقط رأی به کارنامه موفق مدیریتی او بود قالیباف دست روی زانوی خود گذاشت و بلند شد و سر بلند شد که بدون حمایت های خاص و به رقم تخریب های گوناگون جایگاه دوم را به دست آورد. مقاله تهران امروز در نهایت سعید جلیلی نامزد دیگر جناح اصولگرا را با لحنی گلایامیز هدف قرار داده و از وی پرسیده که آیا به تکلیف خود عمل کرد که انتخابات ریاست قوه اجرایی را به یک رفراندوم هستهی تبدیل کرد؟ در این قسمت از برنامه توجهتون رو جلب میکنم به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران بخش دوم برنامه رو با روزنامه شرق ادامه میدیم داود محمدی سردبیر روزنامه شرق در سرمقاله امروز با تیتر آشتی ملی نوشته این انتخابات گام لازم اما ناکافی برای نهادینه کردن آشتی ملی است یادداشت نویس این روزنامه نخواستین عامل در پیروزی حسن روحانی را هوشیاری و بلوغ سیاسی مردم ایران توصیف کرده و نوشته در اوج تشتت آرا پیرامون مناسبترین فرد برای سکانداری امور اجو... اجرایی کشور به جای روی آوردن به تنشها و مجادلات بیپایان سیاسی و کاربرد ابزارهای غیر سیاسی در چهارچوب قواعد مردم سالاری رأی دادند تا با قاعده طلایی اراده اکثریت رئیس جمهور چهار سال آینده را برگزینند. سرمقاله نویس روزنامه شرق همچنین نوشته باید از تلاش خستگی ناپذیر و برنامهدار راهبران تغییرخواهی شامل اصلاح طلبان با پرچمداری محمد خاتمی و نیز خاشمی رفسنجانی و هوادارانش و نیز خود روحانی و عارف نیز به نیکی یاد کرد که با وجود نامل... ناملایمات نه تنها عرصه کارزار را ترک نکردند بلکه با پایمردی و درساموزی از تجارب ادوار پیشین انتخابات تاکتیک های کارساز مناسب با شرایط روز را تدوین و اجرایی کردند و در نهایت مزد کوشش خود را از ملت دریافت کردند. داوود محمدی ادامه داده رخداد تاریخی 24 خورداد نیازمند اقدامات و گام تکمیلی است که از همین امروز باید در دستور کار مردم مسئولان و فعالان سیاسی قرار گیرد تا رقابت قاعدمند دیروز به مسابه الگوی ارزشمند به ستاره راهنمای رقابت سیاسی آتی تبدیل شود. همه برای رسیدن به روی کرد مدبرانه در 24 خرداد خورداد هزینه سنگینی را متقبل شدند و درایت حکم می کند در پاسداشت این نقطه عطف تاریخی و تقویت روزافزون آن از هیچ اقدامی هیچ اقدام ضروری کوتاهی نشود. روزنامه جهان صنعت هم در سر مقاله با تیتر بازگشت امید نوشته انتخابات 24 خورداد انتخاب شادی، امید، انسجام و یکپارچگی بود و این انتخابات پیروز دارد ولی بازنده ندارد. مهران کرمی سر مقاله نویس روزنامه جهان صنعت همچنین نوشته انتخابات ریاست جمهوری پای پایان تقسیم مردم به خودی و غیر خودی، فقیر و غنی، معتدل و افراطی اصلاح طلب و اصولگرا است سرمقاله نویس این روزنامه نوشته گرچه در چهار سال گذشته حوادثی رفت که به یاد آوردن آن جز برای درس گرفتن حس خوشایندی بر نمی و گرچه مقدمات انتخابات به ویژه تایید صلاحیت ها با تنگ نظری هایی همراه بود اما خوشبختانه درایت حسن اجرای دستندرکاران مسئولیت پذیری رقیبان و مهمتر از همه بینش و آگاهی سیاسی مردم انتخاباتی را رقم زد که در تاریخ تحولات دموکراتیک ایران ماندگار خواهد شد سرمقاله نویس روزنامه جهان صنعت با تاکید بر اینکه این معنای اصیل دموکراسی است که هر اقلیتی بتواند از صندوق رای تبدیل به اکثریت شود نوشت دگرگشت از راه صندوق انقلاب رنگی و براندازی نیست سرمقاله نویس روزنامه جهان صنعت همچنین به برخوردهای های دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با منتقدان و مخالفان اشاره کرده و نوشته رئیس جمهور محترم باید نهادهای های اطلاعاتی و امنیتی کشور را متوجه پیچیدگی ها و زرافت های برخورد با منتقدان و مخالفان کند. جهان صنعت تاکید کرده نهادهایی که زیر نظر رئیس قوه مجریه نیستند نیز خود را باید با آهنگ جدید اداره کشور همساز کنم اما روزنامه قانون هم در صفحه اول مقاله‌ای داره به قلم مهدی تقوی با تیتر سیاست اقتصادی مناسبی در راه است مهدی تقوی در این مقاله نوشته خبر خوش این است که بازار به وقایع انتخابات ریاست جمهوری واکنش مثبت نشان داده اما عمیق ترین کاهش قیمت ها را می توان به کم شدن تعداد دلال ها و سفت بازان نسبت داد در واقع سفت بازان که برای مدت های طولانی نظم بازار را برهم زده بوده و عامل گرانی های کاذب بودند اکنون دریافتند که سیاست های اقتصادی مناسب و عملی در راه است بنابراین در این شرایط جایی برای دلالان در بازار وجود ندارد همکنون بازار به یک خوشبینی منطقی در خصوص کاهش قیمتها در بازار رسیده است. به نوشته این مقاله در مناظره کاندیداها مشاهده شد که هیچ یک از نامزدها مخالفتی با طرح هدفمندی یارانه ها ندارند و تنها با شیوه اجرای آن مخالف هستند. باید به سراحت گفت این تنها مسئله است که به شدت مردم را نگران می کند چرا که هدفمندی یارانه ها تا کنون تأثیری جز افزایش قیمت نهاده ها و آب رفتن توان مالی اقشار آسیب پذیر نداشته است. قانون نوشته اگر هم مانند اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاد مبنی بر اینکه قرار بود از محل هدفمندی یارانه ها سی درصد در اختیار تولید قرار گیرد خلف وعده صورت گیرد باید منتظر اتفاقهای هلناکتری در اقتصاد ایران باشیم. بنابراین این توصیه است که به دولت یازدهم می میکنم که در دام بازی هدفمندی یارانه ها نیفتد و این طرح را دنبال نکند در صورتی که این مسئله حل و فصل شود میتوان منتظر اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور بود آیدین سیارسری هم این تیتر را برای تنز امروزش در روزنامه قانون انتخاب کرده روحانی سوپرمن آیدین امروز نوشته انتظارات مردم از حسن روحانی یک ابتدا در یک هفته تحریم ها را به کلی بردارد سپس چند تحریم علیه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان وضع کند تا به این ترتیب انتقامی هم گرفته باشد دو بیکاری، فقر و تورم را ظرف حداکثر پنج روز ریشه کن کند اعصاب هم نداری سه ورود زنان به ورزشگاه را آزاد کند البته قبلش کاری کند که مردها در ورزشگاه توهین نکنند آشغال نریزن و ترجیحاً وارد ورزشگاه نشوند چهار در کشور زلزله خیلی می آید روحانی کاری کند که زلزله نیاید یا اگر می آید قبلش خبر بدهد انتظارات اصلاح طلبان از روحانی فرداد یک فردا طی بیانیه به اصولگرایان اعلام کند رکب خوردیم بچه ها من اصلاح طلب بودم دو از اینکه کاندیدای اصلاح طلبان بوده استغفار کرده به نفع عارف استفاده و برود پی زندگیش سه اگر هم نمی رود پی زندگیش لاقل اقرار کند که فریب خورده و اجازه داده عارف به نفع او بکشد کنار انتظارات اصولگراها از روحانی ما توقعی نداریم شش تا وزارتخونه و معاون اولی و اختیار تام به ما بدن همه راضیم به خدا انتظار جوانان از روحانی جوان دغدغه کار دارد طوری نباشد که جوان بعد از دانشگاه دغدغه کار داشته باشد اگر ممکن است برنامه چیده شود تا جوان بعد از دانشگاه کار نکند این طوری دیگر دغدغه کار هم ندارد انتظار فقرا از حسن روحانی از آنجایی که با تلاش های شبان روزی دولت های نهم و دهم فقرا یکی پس از دیگری تلف شدند و به این ترتیب ثابت شد که در کشور فقیر نداریم به علت فقدان موجودی به نام فقیر مسلما انتظاری هم از روحانی نمی رود. انتظار فوتبال کشور از حسن روحانی جامعه ورزشی از حسن روحانی انتظار دارد تا تیم ملی فوتبال روز سهشنبه با برد مقابل کره جنوبی به جام جهانی برود کاملا بی منطق صرفا جهت دادن استرس به حسن روحانی توصیه جلیلیانه انتظارات را بیاورید پایین، ظرفیت داشته باشید. توصیه قرضیانه. آیا انتظار زیادی از حسن، آیا انتظار زیادی از حسن روحانی کار خوبی است یا کار بدی است؟ لطفاً به این سوال من پاسخ بدهید. توصیه قالیبافانه. ما توی شهرداری که بودیم هیچ انتظاری از حسن روحانی نداشتیم. توصیه رضاییانه. من انتظار معجزه اقتصادی از رئیس جمهور فعلی ندارم. همه که مثل من معجزه ندارن و اما کارتون های انتخابی امروز کارتون جمال رحمتی در روزنامه اعتماد کارتون سعید صادقی در روزنامه جام جم کارتون علی کاشی در روزنامه مردم سالاری کارتون اولگ درکاتشو در روزنامه قانون کارتون هادی هیدری در روزنامه شرق کارتون احمد اربانی در روزنامه بهار کارتونی از توکان استانی و در پایان کارتون زیبای احسان گنجی این بود بررسی روزنامه های امروز امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا فردا ایام به کام شب و روزتان خوش